سلام، خوبی؟ محمد داوود هستم و با ویدیوی ریدوپو و آن رپ تبر برگشتم. اگر یادتون باشه تو ویدیوی قبلی ما این تبر رو با استفاده از بلندر و زیبراش و با استفاده از روش داینامیک ساب دیویژن مدل سازی کردیم، بعد داخل زیبراش اسکاپتش کردیم. من ویدیوهای نحوه اسکاپت فلز و اسکاپت چوب و پارچه رو واسهتون ساختم و گذاشتم که یاد بگیرید. حالا تو این ویدیو می‌خوایم هایپولیمون رو واسهش لوپولی بسازیم، یعنی به این پروسه میگیم ریتوپولوژی، و بعد هم آن رپش کنیم. یک سری نکات داره، یک سری روش ها داره که من میخوام واسهتون تو این ویدیو توضیح بدم تا شما بتونید این تبر رو تا همین مرحله‌ای که من ساختم بسازید و پا به پای من بیاین جلو. اما خب قبل از اینکه بریم سراغ پروسه ازتون میخوام که این ویدیو رو حتما لایکش کنید. اگر هنوز داخل کانال من سابسکرایب نکردید حتما این کارو انجام بدید. حدود 60-70% بیننده‌های ویدیوی من طبق آماری که خود یوتیوب از طریق آنالیستیکسش به من داده کانال منو سابسکرایب نکردن، یعنی 60% بازدیدکننده ویدیوی منو فالو نکردن. خیلی جالبه. خب به هر حال میتونه دلایل مختلف داشته باشه، یه مقدارش هم به خاطر اینه که حالا چون ما ایرانی از وی پی ان استفاده میکنیم یوتیوب اون فالو سابسکرایبر رو میپرونه، یه جورایی در نظر نمیگیره خیلیاشو. ولی ازتون میخوام که حتما از من حمایت کنید. میدونید که من تقریبا از اسفند سال 98 شروع کردم و تا الان 130 تا ویدیو گذاشتم. فکر میکنم میزان زحمتی که کشیدم واسه این کانال زیاد مطابقتی با رشدش نداشته نسبت به حالا خیلی کانالای دیگه. ازتون میخوام که حتما این کانال رو ازش حمایت کنید. هر کمکی از دستتون برمیاد انجام بدید دیگه. خیلی ممنون. مرسی. خب بچه ها همینجور که میبینید این تبر من به صورت دسیمیت شده از داخل زیبراش اکسپورت گرفتم و داخل بلندر آوردم. اگر دسیمیشن کردن داخل زیبراش رو بلد نیستید میتونید برید توی کانال من تو قسمت ویدیوز مقدار اسکرول کنید به این سمت پایین. من توی این مدل سازی گالون پلاستیکی همون اولش یه مقدار کوچولو توضیح دادم، اما اگر بخوایم مفصل ترش رو ببینید توی این مدل سازی دوربین تفنگ، این فعلا آخرین قسمتش، این برمیگردیم سراغش بعد این پروژه‌ای که انجام بدیم. من کامل پروسه دسیمیشن رو توی زیبراش واسهتون توضیح دادم که چجوری حجم آبجکتتون رو بیارید پایین ولی جزئیاتش حفظ بشه که بتونیم توی حالا پروسه بیکینگ و اینا ازش استفاده کنیم. اینجا من توضیحاتش رو دادم دیگه مجدد نمیدم. این کارو من انجام دادم تک تک آبجکت ها. من اگه دقت کنید من برم تو حالت وایر فریم میبینید که این مثلا این قسمت چوب رو من دسیمیشن کردم، اون جایی که جزئیات داره میبینید جزئیات رعایت شده و جایی که خیلی جزئیات نداشته یه مقدار خب سعی کرده حجمشو کم کنه که دنسیتی آبجکت بیاد پایین. میدید این قسمت هایی که اصلا چین و چروک بوده رو چه خوب واسه من رعایت کرده. اگر از حالت F4 بیام بیرون حالت وایر فریم میدید که این جزئیات داره انگار که این هایپولیه. اوکی، ولی خب حجمش نسبت به هایپولی که توی زیبراش بوده خیلی اومده پایین تر. همین اتفاق واسه این تیغای تبرینا هم افتاده. اینجا رو من اینا رو من واسه هایپولی درست نکردم این تنابا رو، ولی اینا دیگه که هایپولی داشتن من همشون رو دسیمیشن مستر کردم. البته میتونستم یه مقداری هم حجمش رو کمتر بگیرم، یعنی درصد کمتری حجم بیارم پایین تر، ولی خب من یه مقداری سعی کردم جزئیات بیشتری توی هایپولی داشته باشم. به هر حال این مسئله‌ای که بیشتر با آزمون و خطا و تجربه کردن به دست میارید. این از هایپولی منه. این دوتا که میبینید هایپولی ندارن، صرفا دوتا کارت هستن که ما قرار روش پرها رو درست کنیم. داخل سابستنس میتین این کار رو انجام میدیم با استفاده از اپاسیتی ماسک و یک رنگ ساده، اطلاعات خیلی زیادی نداره، واسه همین صرفا این دوتا رو ساختم که یک حجمی اینجا داشته باشم، بدونم مثلا اینجا پر دارم و بعد توی یووی واسه شون فضای اختصاصی اختصاص بدم. اگر دقت کنید من اومدم و این سطح هایپولیم رو اومدم اینجا رو یه مقدار دیتیل بیشتر بهش دادم که این توی کروچر مپ هم بیشتر خودشو نشون بده. اگر این کار رو انجام بدید این سطحتون خیلی فلت میشه و جذابیت خیلی زیادی موقعی که میخوایم متریال بهش بدیم پیدا نمیکنه. حتما به روی سطوحتون و بهش مقداری دیتیل بهش بدید، دقیقا همیشه جوری که تصویر دیدید. بقیه چیزاش هم که خیلی آبجکت های ساده هستش. اگه دقت کنید این مثلا خیلی مشخصه که تو بلندر چه شکلی ساخته شده، صرفا یه مقدار اکسترود کردم یه همچین حجمی به وجود آوردم، یه مقدار ساپورتینگ اج گذاشتم و ساب دیویژن رو بردم داخل زیبراش. میتونید اصلا نبرید، لزومی نداره. من بردم یه مقداری همین شکلی اینجاشو یک کوچولو اسکاپت کردم که خیلی هم اصلا مهم نیست، شما این کارو نکنید، هم داخل بلندر ساب دیویژن بدید کافیه. ولی مثلا این تیکش رو من بردم اینجا رو یه مقداری بهش جزئیات دادم توی زیبراش، این چوب اینجا رو که اضافه کردم بهش یه مقدار جزئیات دادم. اگه دقت کنید کلا یه مقدار تغییر دادم آبجکتم، قبلش این بالا یک تیکه مثلث شکل بود،
دیدم خوب نمیشه، اون طرح بیشتر شبیه به رفرنسش کردم، رفرنس های دیگرم نگاه کردم، این جذاب تره این مدل. به هر حال این های پولی منه و بریم سراغ لو پولی. همینجور که میبینید من ریتوپولوژی رو انجام دادم و میخوام الان نکات و ورکفلو ریتوپولوژی و آن رپ رو واسه تون توضیح بدم. میبینید که این آبجکتیه که خب نهاییه و قراره بره توی گیم انجین از این آبجکت استفاده میشه، نه اون آبجکت های پولی، چون اون آبجکت خیلی دنسیتیش بالایه و اصلا گیم انجین نمیتونه هندلش کنه، چه آنریل انجین چه یونیتی چه هرچی. اگر دقت کنید مثلا این تیکای پارچه رو من جداگانه در نظر نگرفتم، اومدم اینا رو سیلیندر ساختم با پارچه ها یکی کردم، اگه دقت کنید این شکلی سعی کردم اون ورتکساشو بیارم رو اون قسمت هایی که با بامپ شدن توی پارچه، یعنی بیرون اومدن یا تو رفتن، یه تطبیقی بدم که اون چین و چروک ها یه مقدار رعایت بشه و بعد چسبوندمش به بدنه اصلی چوبم. دلیلی که این کارو کردم اینه که بعضی اون میان جدا میکنن، به نظر من اشتباهه، چون همش رو میتونید توی یه دونه یو وی آیلند در بیارید، موقعی که به آن رپ برسیم میبینید این همش میشه یه دونه یو وی آیلند و بعد توی بیکینگ و اینا خیلی کارمون رو راحت‌تر و بهتر میکنه، کیفیت میبره بالاتر. خیلی از این بیس آبجکت ها هم که میبینید از داخل همون پروسه مدل سازی که ما با استفاده از بلندر و زیبراش گفتیم با داینامیک ساب دیویژن این کارا رو انجام دادیم، من از همون بیس آبجکت ها استفاده کردم، فقط یه مقدار ورتکساش رو اومدم جابجا کردم که روی این های پولی قرار بگیرن و نزدیک بشن. میبینید که حتی این قسمت‌ها رو بول نکردم، همینقدر کافی بوده جزئیات. این قسمت اینجا رو یک کوچولو بول کردم چون اینجا رو خب توی زیبراش زیادی اسکاپت کردیم و اینجا مقدار کرف شده، خب بولش کردم، بالاش این شکلیه، این یه آبجکت جداست، اینجا رو یکی دیگه نکردم، مهم نبوده. و این دوتا هم توی لو پولی دارم، اینا اصلا تو های پولی بهتره نباشن، اون تو از تو های پولی پاکشون میکنم. این دوتا کارد واسه یه پرهام هستن که توضیحاتش رو دادم. اگه دقت کنید میبینید که من این آبجکت ها رو هم از همون بیس آبجکت ها استفاده کردم، تنها نکتهش اینه که من الان اینا رو آوردم این که به صورت سیم چیزا رو نشون بدم، جایی که سیم درست کردم که آن رپ کنم، چون ما از این زاویه اکثر اوقات به این تبر نگاه میکنیم. من اومدم سیمامو جوری زدم که توی دید نباشن، هرچند که ما سعی میکنیم سیمی توی تکسچرینگ هم نیفته، ولی خب بالاخره سیم گذاری بعد جای سیمای یوویتون رو بذارید که یوویتون برش بخورن که کمتر در معرض دید باشن. مثلا من اینجا گذاشتم، اومدم سیم این پایین رو اینجا یه دونه دایره شکل زدم، از اینجا یه دونه سیم خط رو انتخاب کردم از همین داخل تا این بالا رفته، و اینجایی که اومدن زاویه تند شدن، نگاه کنید اینجا رو من سیم گذاشتم، اینجا تقریبا زاویه 90 درجه است دیگه، میبینید من اینجا سیم گذاشتم، ولی اینجایی که مثلا زاویه ها 90 درجه نبوده رو سیم نذاشتم، میبینید از دستی هم اینجا رو 90 درجه نکردم، یه مقدار زاویه هاشو این شکلی گذاشتم که راحت این بیک و نرمال ها بیک بشن. اوکی، همه اینا رو من توضیح میدم تو پروسه بیکینگ و متریال چیزی که مربوط به این باشه. الان ویدیومون صرفا روی ریتوپولوژی و آن رپ، مجبورم بگم که کجا سیم گذاشتم که بدونید که بتونید پا به پای من بیاین جلو. حتما این کار رو انجام بدید، اگر چیزی رو نمیگم و فکر میکنید ممکنه اتلاف وقت بشه اشتباه میکنید، باید انجام بدید، حتما خودتون چند بار اشتباه بکنید، چند بار آبجکتتون خراب بشه تا یاد بگیرید. این سیم گذاری من بوده، اگر ویدیوی آن رپ منو نگاه کرده باشید و پروژه دیگه‌مو دیگه یاد گرفتید که کجا باید سیم بذارید، خیلی راحت مثلا اینو انتخاب میکنید، این اجا رو راست کلیک و از اینجا مارک سیم رو بزنید، اینجوری سیم میشه. اگر منصرف بشه میتونید انتخابش کنید و کلر سیم رو بزنید تا اصل سیم خارج بشه. من اینجا رو گذاشتم، این آبجکت های تناب من که اینجا بودن یه جایی انتخاب کردم، یه دونه‌شو که انتخاب کنید از بالا تا پایین اجش انتخاب میشه، راست کلیک و مارک سیم میکنید. من این اج رو انتخاب کردم چون خیلی تو دید نبوده، میبینید پشته، فقط نکته ای که داره این چون آبجکت اومده اینجا و بعد اینجا پیچ خورده، این خیلی طولانی میشه اگر بخواین تو یک یو وی آیلند اینو قرار بدید، واسه همین من اومدم و مثلا از اینجا برشش زدم، میبینید اینجا یه برش زدم، اینجا یه برش، اینجا یه برش، که این تیکای یوویش کوچولوتر بشه که بهتر بتونم همشونو پک کنم. این اتفاق واسه این تناب اینجا هم افتاده، این تیکه اینجا رو این شکلی آن رپ کردم، این مهمه، اینجا یک سیم گذاشتم و بعد اینجا هم یک سیم گذاشتم. و نکته خیلی مهم بعدی اینه که اگه یادتون باشه ما توی زیبراش تیغمون رو که اسکاپت کردیم فقط نصفش رو این کار رو انجام دادیم و گفتیم که اون نصفه دیگهش یک کپی یا میرور یا سیمتری هستش که دقیقا همون رو ما اون طرف هم تکرار میکنیم، هم باعث میشه که اسکاپتمون خب سریعتر تموم بشه، دیگه یک طرف رو بیشتر لازم نیست که اسکاپت کنیم، و از طرفی هم این جزئیاتمون میره بالاتر، چون اگر من دو تا از این داشته باشم باید دو تا
یووی آیلند بهش اختصاص بدم و این فضای تکسچرینگ هم رو بیشتر پر میکنه، پیکسلای کمتری اختصاص پیدا میکنم به اینا، ولی وقتی که من از اینا این نصف رو دارم اینا بزرگتر میشن، پیکسلای بیشتری بهشون اختصاص داده میشه و کیفیتشون میره بالاتر. اما نکته، موقعی که ما میخوایم توی بیکینگ این کار رو انجام میدیم، یعنی آبجکت رو سیمتری کنیم، یه اتفاقی میفته. اون اینه که ما باید بذارم توی یووی، من اینو یووی کردم، نما کنید اصلا سیم اینجا نذاشتم، دقیقا سیماش همین سیمایی هن که این کناره هن، یعنی اینا و اینان. حتی من اینا رو به عنوان سیم هم انتخاب نکردم، دیگه لازم نیست انتخاب کنید. وقتی که همشون انتخاب کردید، فرض کنید مثلا اینو حالا دوباره من یو رو میزنم و آن رپ، این شکلی واسه همون آن رپ میکنه. اوکی؟ این از این. حالا من میام این آبجکت هم رو در راستای وای ها سیمتری میکنم، میبینید که این نصفه دیگه‌اش هم ساخته شد. نکته ای که داره، میام توی این سیمتریم، از اینجا این چک باکس مرجش رو برمیدارم که اینا با هم دیگه ترکیب نشن، یعنی این آبجکتی که سیمتری شده یه آبجکت جدا بمونه، این ورتکس های وسطش با هم دیگه ولد نشن. ضمناً این ورتکس های وسط هم همشون آوردم توی یک لاین و روی نقطه صفر که راحت بتونم سیمتری کنم، اینجا دیگه همه با هم دیگه بچسبن. به هر حال من اینو کنترل A میزنم، این اپلای میشه، ولی الان این آبجکت سمت چپی با آبجکت سمت راستی یکی نیست. اگه من اینجا L رو بزنم میبینید که این یه آبجکت دیگه است. میبینید من اگه تکونش بدم نچسبیده. اوکی؟ اما UV آیلندش دقیقاً همینه دیگه، چون من این آبجکت رو کپی کردم دیگه، این آبجکت اولی مثلا ما اینو UVش کردیم دیگه. خب UV اینم دقیقاً UV اینه. حالا نکته ای که داره چیه؟ نکته ای که از اینه که موقعی که شما یه آبجکت رو سیمتری میکنید و میخواین توی سابستنس بیک کنید، یعنی یه نصفش میخواد یه جای دیگه هم استفاده بشه، نباید یوویش توی فضای صفر و یک روی هم دیگه افتاده باشه. بنابراین من میام چیکار میکنم؟ من میام ال میزنم این آبجکتی که سیمتری کردم و این دوباره ال میزنم، میبینید دوتا انتخاب شد، همشون رو انتخاب میکنم با استفاده از اد آن یووی تول کیت. یک واحد یا چند واحد فرق نمیکنه، مهم اینه که به اندازه یک واحد این شیفت کنه به یک سمتی. اگه من بیام اینجا دقت کنم این حتما روی یک باشه، و اینجا مثلا یه واحد میزنم سمت راست، این دقیقا یک واحد میره سمت راست. دقت کنید اگه اینجا بیاد اشتباه ها، نباید تکون بخوره این شکلی، صرفا باید تو جایی که هست دقیقا تو همونجا یک واحد شیفت کنه بیاد سمت راست. اوکی؟ اما نکته اینه که ما الان این کار رو انجام نمیدیم. فعلا من کنترل زد میزنم اینجا باشه. فقط دقت کنید که این آبجکت رو موقعی که سیمتری کردید ولدش نکنید که یکی نشن، که راحت بتونید بعد این نسوار رو انتخاب کنید. اگه این کار رو انجام ندید دیگه بعد نه تو سرویسه. خب نکتهش چیه؟ این کار رو من انجام دادم، من کنترل میام بیرون از حالت آیسولیت و اینا رو یکی میکنم، این نکته رو توضیح میدم، بعد نکته ای که به این نکته قبلی مربوط بود و بعد اون نکته واسطم توضیح میدم. الان بریم سراغ اسم گذاری. میدونید دیگه ما توی سابستنس پینتر وقتی میخوایم بیک کنیم، آبجکتمون میاد آبجکت لو پولیمون از آبجکت های پولیمون جزئیات رو برداشت میکنه و توی تکسچر ذخیره میکنه. بنابراین ما خیلی اوقات مثلا میخوایم این آبجکتمون جزئیات دقیقاً آبجکت های پولیش رو برداره و روی این آبجکت هم این جزئیات های پولی رو کپی کنه توی تکسچرش. اوکی؟ که این های پولی به نظر بیاد. اما نکته یکی از اینه که خیلی اوقات ممکنه وقتی بیک میکنید اگر بدون اسم گذاری این کارو انجام بدید، نرم افزار بیکر، حالا سابستنس پینتر، ایکس نورمال، هر چی مارموست، دچار مشکل بشه و بیاد مثلا جزئیات این آبجکت رو هم برداره و روی این آبجکت بندازه، مثلا اینجاش یه مقدار عجیب غریب بشه، از این بیفته. به خاطری که ما از این کار جلوگیری کنیم، میایم با اسم گذاری بیک میکنیم که هر آبجکت، آبجکت مربوط به خودش و جزئیاتش رو برداره. من میام این لو ال اف که همون لو پولیم هست و هایم رو باز میکنم، یه مقدار این بزرگترش کنم. من اومدم یه سری از آبجکت ها رو، فقط این نکته رو داشته باشید، یکی کردم. به عنوان مثال من اومدم این آبجکت لوم رو یک دونه آبجکت در نظر گرفتم. چرا؟ چون من اومدم توی های پولیش اینا همه رو با هم دیگه متصل کردم. های پولیش رو نگاه کنید، من اومدم این تیغه، این تیکه وسط و تیکه اینجا رو با هم دیگه متصل کردم و بعد این قسمت هایی که بوده رو با کلی بیلداپ یه کوچولو این شکلی اسکاپ کردم که حالت جوش خوردگی به وجود بیاد. و بعد اینجا رو البته یکی نکردم، رفته داخل، توی زیبراش یکی نیستن، یعنی اینجا هم یک آبجکت جداست، میتونم این آبجکت رو جداگانه انتخاب کنم. خب اگه L بزنم میبینید که این آبجکت هم کاملا جداست، میتونم جداش کنم، این تیکای این پارچه هم جدا هستن،
میبینید اینا هم جدا هستن، ولی من اینا همه رو یکی گرفتم. این آبجکت اینجا رو هم اومدم این تیکه اینو با اینجا جوش دادم و این شکلی اسکاپتش کردم، اوکی، که اینم یکی بشه. و بعد اومدم همه این آبجکت ها رو یکی در نظر گرفتم. اگه دقت کنید اینجا توی های پولی اسمش رو گذاشتم x underscore high، توی لو پولی اومدم اسمش رو گذاشتم x underscore low. این underscore همون underline میگن، ولی underscore به هر حال تش اینه که با این کار من کار خودم رو راحت کردم. چرا؟ من چون تو اومدم توی لوپولی اینا همه رو با هم دیگه چسبوندم دیگه، این باعث میشه که من دیگه راحت این بیک انجام بشه و این جزئیات برداشته بشه. این به نظر من توی سطوح این شکلی مثلا پارچه یا فلزی که بهش دورش یک تنابی رپ شده یا یه پارچه، بهترین ورک فلو اینه که بیایم و این شکلی لوپولیمون رو در بیاریم، یعنی بهش یه آبجکت جداگانه اختصاص ندیم، این رو هم جز به همین استوانه در نظر بگیریم. اوکی، البته سناریو به سناریو متفاوته و باید تست بشه ها، این نیستش که من بگم این همیشه باید همیشه این کار رو انجام بدید، ولی این کار بهتره. موقعی هم که برسیم به ویدیو متریال سابستنسش متوجه میشید که چرا بهتره. من اومدم این آبجکت رو یکی پس گرفتم، سیماش رو هم که دیگه تو ویدیوها دیدید توی آن رپ توضیح دادم، اکس های اکس لو. دقت کنید که ما از سافیکس اندرسکور های و لو توی سابستنس پینتر استفاده میکنیم، اینجوری این آبجکت ما سابستنس پینتر متوجه میشه که این آبجکت x underscore low فقط باید بره و جزئیات x underscore high رو برداره و روی این بیک کنه. مثلا دیگه نمیاد این آبجکت که اسمش c8 underscore low حتی این های پولیشو c8 underscore high رو نمیاد جزئیاتشو بندازه روی این قسمت. اوکی، ما اینجوری به سابستنس رو یه جورایی راهنمایی میکنیم و بهش کمک میکنیم. پس این از نامگذاریامون که میبینید من اومدم تک تک این قطعات رو باز دقیقاً یه اسم گذاشتم، C6 underscore high، اگه برم توی لو پولیش میگه C6 underscore low. همین اتفاقات افتاده، دونه دونه من اینا رو اسم گذاری کردم. اسم گذاری ها من وقتی انجام میدم دقیقاً همین آبجکت رو از های انتخاب میکنم، اسمش رو عوض میکنم، بعد دقیقاً میرم همون آبجکت هم توی لو پولیش اسمش رو تغییر میدم که اشتباه نکنم. اما میرسیم اون نکته که بعد توضیح میدادم. میدونید که ما در نهایت باید توی یووی آر رپینگمون تکسچرامون رو یا یووی آر ناندمون رو پک کنیم که توی فضای 01 که یووی قرار بگیرن که ما بتونیم تکسچر پینتش کنیم. من الان اینجا A میزنم، همه یووی آیلندام انتخاب میشن، درسته؟ حتی بزن همه آبجکت هم رو انتخاب کنم. الان همه یووی آیلندام انتخاب شدن. من یه بار میرم توی یووی آ و از اینجا Average Island Scale رو میزنم. حتی من اشتباه کردم، باید قبلش این و اینی که کپی گرفته بودم رو پاک میکنم. اینا رو پاک میکنم، دوباره همه اینا رو انتخاب میکنم و دوباره میام UV Average Island Scale رو میزنم. این کار باعث میشه که تک تک این آبجکت های ما UV هاشون نسبت به همدیگه برابر بشه، یعنی یکی خیلی بزرگ نباشه که جزئیاتی که بهش میدیم خیلی زیاد باشه، یکی کوچیک باشه جزئیاتی که بهش میدید خیلی کم باشه. میاد اندازه‌شون رو با هم دیگه برابر میکنه به نسبت هم دیگه. اوکی، بعد از اون من میام و اینا رو پک میکنم. اما یک نکته است، اون اینه که الان اگه دقت کنید این تیغه تبر من، این تیغه بزرگه و این به نسبت خیلی از آبجکت های دیگه هم دید بیشتری داره، یعنی یه جورایی اینا بیشتر تو دیده، اینا هم تو دید هستن ولی به نسبت اندازش یه مقدار در حقش کم لطفیه که بیایم اندازه این رو مساوی بگیریم مثلا با اندازه چه میدونم این، یا مثلا اندازه این. اوکی، پس من میام به خاطری که تو پروسه تکسچرینگ اینا یه مقداری دیتیل بیشتری بهشون بدم، میام یه مقداری این یووی آیلندامو اسکیلشون رو بیشتر میکنم. یعنی چی؟ من میام اینجا و این یووی آیلند انتخاب میکنم، یعنی این تیغه و این، این دوتا، یعنی اینو این. دقت کن اینام نصفن دیگه، اون نصف دیگه شون پاک کردم. اینا رو انتخاب میکنم، اس رو میزنم که بزرگ بشن، یک و نیم برابر میکنم، یک ممیز نیم، انقدر بزرگ بشن. اینجوری یه مقدار جزئیات بیشتری میگیرن، اونقدری زیاد ندادم که بخواد خیلی اختلاف پیدا کنه بعد توی تکسچرینگ مثلا کسی که نگاه میکنه متوجه بشه که این چقدر رزولوشنش زیاد، این چقدر رزولوشنش کمه، ولی این باعث میشه که اینا مقدار رزولوشن بیشتری بگیرن چون مقداری بزرگترن. بهتره که این کارو انجام بدید. این کارو که انجام دادم، A رو میزنم که همه یووی آیلندام انتخاب بشن، میرم توی یووی و پک آیلندز رو میزنم و از اینجا
این عدد رو بذاری 0.004. این حد اقلشه. باعث میشه که بین یوی آیلنداتون یک مقدار فاصله باشه. اینا نباید رو هم دیگه افتاده باشن، یعنی نباید خیلی به هم دیگه نزدیک باشن. اگر روی این 0.00 بذارید، می‌بینید که اینا هم به هم دیگه چسبیدن. این خوب نیست. به هیچ وجه. 0.004. حالا الگوریتم خود بلندر به نظر من خیلی خوب عمل نمی‌کنه توی پک کردن و واسه این کار من از ادآن یووی پک مستر استفاده می‌کنم. یووی پک مستر. منتها یووی پک مستر باید مطمئن باشید که قبلش هیچ یووی آیلندتون روی همدیگه قرار نگرفته. من الان مطمئنم که هیچ یووی من روی همدیگه قرار نداره. همه رو انتخاب می‌کنم. از اینجا مارجینش همون فاصله‌اش رو می‌ذارم 0.004 و اینجا پک رو می‌زنم. می‌بینید که خیلی بهتر پک کرد. می‌بینید؟ چقدر قشنگ پک شد. این الان از اون فضای تصویرم بیشترین حد استفاده رو داره انجام میده. می‌بینید که این فواصل هم بینش رعایت شده و اینم پک شده. این بهترین نوع آن رپ. خب حالا نکته‌ای که پیش میاد چیه؟ ما این نسخه رو بعد کپی کنیم دیگه. چیکار می‌کنم؟ من میام این آبجکتمو انتخاب می‌کنم. این دوتا قسمتش رو مجدد جدا می‌کنم، سلکشن، و میام در راستای وای ها میرورش می‌کنم. این مرجش رو برمی‌دارم که یکی نشه، اپلایش می‌کنم. بعد میرم این یووی و این یووی رو انتخاب میکنم. این دوتا دقت کنید، این پشتی هم الان دقیقا همینه، یوویشون دیگه چون کپی شده همینه. مطمئن این دوتای پشتی رو با استفاده از ادآن یووی تول کیت یک واحد میبرمشون به سمت راست. میتونید بالا ببرید، پایین ببرید، یا چند تا واحد ببرید، فرقی نمیکنه. من فقط یک واحد میبرم به سمت راست. حالا اگر بیام و همه آبجکت ها رو انتخاب کنم، میبینید که دقیقا همین یووی آیلند ها تو همین پوزیشن یک واحد شیفت کردن سمت راست. دلیل اینم که ما این آخرین کار رو انجام دادیم این بود که ما میخواستیم این یووی های اینجامون رو یه مقدار بزرگتر کردیم، بعد با بقیه آبجکت ها هماهنگ کردیم و پک کردیم. جای نهاییش که مشخص شد، بعد اومدیم این آبجکت رو کپی کردیم، سیمتری کردیم و یک واحد بردیمش به سمت راست. اوکی؟ پس خیلی مهمه که این کار رو آخر انجام بدید. الان دیگه من نمیخوام به این آبجکتم دست بزنم. اوکی؟ حالا میتونید مثلا این آبجکت رو انتخاب کنید، برید توی ورتکساش M Y Distance و مثلا 0.001. این ورتکس های وسطیش به هم دیگه جوش میخورن. بعد میتونید برید و این آبجکت رو، همونجور که گفتم ما این آبجکت رو یکی گرفتیم دیگه، و با این آبجکت کنترل J بزنید که یکی بشه و بعد بیاین. حالا اگر خواستید آبجکت ورتکساش رو ولد کنید، من رو ولد میکنم. M Distance رو هم یه ترشورد پایین ولد بشن. و نکته ای که هست اینه که چون ما این آبجکت رو جدا کردیم و بعد دوباره ولد کردیم، یه مقدار اسم گذاریمون دچار مشکل شده. آره یا نه؟ نه، خوشبختانه بلندر تونسته هندل کنه، ولی شما حتما چک کنید، ممکنه مثلا اسمش دچار مشکل شده باشه دیگه. اکس مثلا اکس 201 لو شده باشه. حتما بیاین و برابرش کنید با همون آبجکت های پولیتون. خب این الان درسته. تقریبا میتونم بگم که آن رپ رو هم واسهتون توضیح دادم. اگه آبجکت لو پولیم رو انتخاب کنم، ببینید که شد آن رپش ما پک کردیم. اینو یه مقداری یووی تبرامون هم بزرگتر کردیم. بعد که پک کردیم، اومدیم با اون نسبش رو یک واحد شیفت دادیم. این باعث میشه که سابستنس پینتر بتونه یا حال نرم افزار بیکری کارش رو درست انجام بده. نکته دیگه که هست، بچه ها نگاه کنید، اگر ویدیو نرمال رو نگاه نکردید حتما نگاه کنید. این تو هم تو این ویدیو هم ویدیو آینده خیلی کاربردیه. این ویدیو نگاه کنید نرمال. ما توی نرم افزار بیکر بر اساس جهت نرمال میایم جزئیات های پولی رو برمی‌داریم و روی لو پولیمون کپی می‌کنیم. حالا نکته اینه که اگر دقت کنید شیدینگ اینجا نگاه کنید، تو لی‌آوت که بزرگتر بشه نگاه کنید، اومده اینجا و این اجای اینجا رو اینا سافتن، به خاطر همین نرماله اینجا و نرمال اینجا داره میانگین میشه و اینجا اینجوری شیدینگ خورده. اگه من بیام این اجا رو انتخاب کنم به عنوان مثال و بیام و اینا رو شارپ کنم، چه نرمالش رو روشن کنم اینجوری، این باعث میشه که این نرمال اینجا و نرمال اینجا میانگین حساب نشه. این نرمالش جداست، این نرمالش جداست. میبینید که اینجا هم یک خط صافی داره. من بیشتر از این نمیخوام اینجا توضیح بدم، چون دیگه یه مقدار فکر میکنم واسه این ویدیو و سطح الان مخاطبی که داره نگاه میکنه، مخاطبی که از اول با کانال من اومده جلو، یه مقدار فعلا زوده.
به زودی متوجه میشیم که این به چه خاطره. اما کلا گفتم اینو بدونید، حتما کنترل زد میزنم، من میخوام این نرمال رو به صورت فعلا میانگین محاسبه بشن. اگر دچار مشکل بشن بعد میام اینا رو هارد میکنم و توضیحاتشون میدم، حالا ممکنه توی همین ویدیو، توی همین ویدیو یه سری تبر یا یه ویدیو دیگه، ولی فعلا همینو فقط داشته باشید که نرم افزار بیکر بر اساس جهت نرمال میاد جزئیات های پولی و میندازه روی لو پولی. این از آبجکت من. در انتها کاری که باید انجام بدید اینه که آبجکت رو انتخاب میکنید و بعد با فرمت فایل FBX اکسپورت میکنید، حالا توی هر جایی که خواستید، با اسم مثلا چون این لو پولی بود x_low. حتی قطعا حتما این چک سلکتد آبجکت فعال باشه و بعد به صورت لو پولی اینو اکسپورتش میکنید، اینو میزنید. من این کار دیگه انجام نمیدم. بعد میایین و لو پولیتون رو هاید میکنید. همین اتفاق هم واسه های میفته، با این تفاوت که وقتی کمر رو انتخاب کردید، البته این دوتا رو دیگه ندید، این دوتا پر رو لازم نداره، میگفتیم های پولی نمیخواد. کنترل اس میزنیم، اکسپورت. این چک باکس روشن، ولی باید بذاریم اسمش رو اکس های. اوکی، اینا من اکسپورت نمیکنم. اینا با هم دیگه یکی نکنید ها، که اسکوزاتون با هم دیگه نخوره، کنترل جی نزنید. بعضی دیدم اسکوزاری انجام میدن، بعد آخرش همه آبجکتاشون انتخاب میکنن، کنترل جی میزنن، بعد همه آبجکتاتون یکی میشه، کل این اسکوزاریاتون به باد میره. خود نرم افزار متوجه میشه این اسکوزاریا رو وقتی همه رو با هم دیگه اکسپورت میکنید، با هم دیگه یکی پس نکنید. رسیدیم به آخر ویدیو. لایک فراموش نشه، سابسکرایب فراموش نشه، ویدیو منو واسه دوستاتون بفرستید، توی گروه ها به اشتراک بذارید. دیگه هر کی این کارو انجام نده دیگه. خیلی ممنون، مرسی از اینکه ویدیو منو تماشا کردید. فعلا.